یک جراح ایتالیایی میگوید یک سوم از زنان آن کشور قربانی اعمال خشونت در محیط خانوادند و به منظور ارتقاء آگاهی عموم نسبت به این حوادث نمایشگاهی از عکس های اشعه ایکس قربانیان این خشونت برگزار شده است رضا الله یاری گزارش می‌دهد. این اولین نمایشگاه از این نوع عکس های اشعه ایکس است که در روم برپا شده است به دلایل آشکار قربانی خشونت خانگی در اکثر قریب به اتفاق موارد یک زن است و این تصاویر محل وارد شدن ضربات ناشی از مشت لگد یا اجسام برنده مانند چاقو و قیچی را نشان می‌دهد. <applause> این اشعه ایک صدمه ناشی از مشتی محکم به سینه یک زن جوان رو نشون میده. این نمونه ای از اعمال خشونت در محیط خانواده است و آمار نشون میده که در یک سوم از خانواده ها اتفاق میفته. به عنوان یک پزشک ابتدا باید درک کنم که این حادثه در چه شرایطی اتفاق افتاده و پس از مداوای کسی که مورد حمله قرار گرفته به عنوان یک زن باید تلاش کنم تا این حادثه دیگه تکرار نشه. بخش اورژانس بیمارستان سن کارلو در میلان بزرگترین مرکز رسیدگی به قربانی جریان خشونت خانگی در ایتالیا است. عکاسی که در این خصوص کار میکند میگوید به اظهارات قربانیان خشونت در محیط خانواده گوش میدهد و از این گفته ها تصاویر و پسترهایی تهیه می کند که به همراه عکس گرفته شده با اشعه ایکس جوانب گوناگون و قابل پیشگیری اعمال خشونت در محیط خانه را نشان می دهد. یکی از فعالان امور زنان نیز میگوید انجام این کار به صورت سیستماتیک هم به پیگیری موارد اعمال خشونت خانگی کمک میکند و هم به جلوگیری از آن. Guarda, ci sono arrivati dall'ottobre del 2018 ad oggi, quindi parliamo di در سه ماه اخیر 160 مورد درخواست کمک دریافت کرده ایم که 60 مورد آن در ارتباط با خشونت در ارتباط با پول و بدهی و از این قبیل است. موارد دیگر مربوط به خشونت و ضرب و شتم ناشی از گرفتاری‌های روانی و جنسی است. و برداری با اشعه x از تمام این موارد آنها را به صورت موارد قابل پیگیری و قابل اثبات در می آورد. سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل می گوید 35 درصد از زنان جهان هدف یکی از انواع خشونت خانگی قرار دارند که نقض آشکار حقوق انسانی زنان و از مهمترین مسائل در رابطه با سلامت خانواده است. رضا اللهیاری، صدای آمریکا.